یه مورد دیگه هم که در مورد کودک ها خیلی مهمه، عمق رنگ شماست. توی این چارت شما اگر ببینید اینجا زده 10 بیت و 12 بیت، همونطوری هم که مشخصه حجم تصاویر 12 بیت خیلی بیشتر. این عدد چی هستش؟ شما احتمالا دیدین توی فتوشاپ که موقعی که میخواین یه رنگ رو انتخاب بکنید، مثلا اینجا این رنگ شما از 1 تا 256 همش جابجا میشه، یعنی R, G و B شما یه عددی بین 1 تا 256ه. این انتخاب رنگ اصطلاحاً و این عمق رنگ 8 بیت گفته میشه. علتش اینه که این پیکسل های شما عمق رنگشون محصولی از رد هایی که بین 1 تا 256 هن، گرین هایی که بین 1 تا 256 هن و بلو هایی که بین 1 تا 256 هن، که مجموعه این ستا به شما 16 میلیون تا رنگ میده. یعنی شما هر پیکسلتون یکی از این 16 میلیون تا رنگ خواهد بود توی تصاویر 8 بیت. این عدد هم در واقع 1 تا 256 هم 2 به توان 8. یعنی اینجوری نیستش که مثلا چیز باشه در واقع 8 بیت با 10 بیت عددشون، به خاطر اینکه اختلافشون حداقل کم به نظر میاد خیلی کم باشه، چون به توان اونه خیلی زیاد اختلافشون. حالا ممکنه شما بگید خب 16 میلیون رنگ هم خیلیه، چرا مثلا آدم 10 بیت فیلم برداری کنه یا 12 بیت فیلم برداری کنه؟ علتش اینه که اگر شما اینجا عمق بیشتری داشته باشه این پیکسلتون و رنگ بیشتری توش ثبت شده باشه، بعدن که میخواید کار اصلاح رنگ بکنید، چون عمق بیشتری داره خیلی نرم خواهد بود تصاویرتون. و اون موقع که مثلا فرض کنید بذارید اینجا نشونتون بدم، یه آسمون اینجا اگه شما داشته باشید، اگه تصویرتون 10 بیت باشه و شما به طور مثال اینو کم و زیاد بکنید رنگ تصاویرتون رو یا نور تصاویرتون رو، یه اتفاق خیلی نرم و لطیف توی این رنگ ها میبینید. با وجودی که اگر توی تصاویر 8 بیت باشه، این اتفاق خیلی خشن و تخت و خیلی تیکه 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 خواهد افتاد. البته بستگی داره ها، یعنی فقط لزومن مسئله این عدد نیست، ولی خب یکی از مهمتریناشه. شما اگر 256 رو ضرب در 256 ضرب در 256 بکنید، عددتون میشه 16 میلیون رنگ. مونیتورهایی که شما اصطلاحا شنیدید 16 میلیون رنگ هستن، به خاطر همینه در واقع اون عدد 10 بیت، همونطور که گفتم خدمتون 2 به توان 10 هست. R, G و B شما 1 تا 1024 هن، که خب خیلی بیشتر از 1 تا 256 هه. این ستا رو شما در هم ضرب بکنید به 1 میلیارد میرسید و عمق رنگ شما در واقع به جای 16 میلیون رنگ 1 میلیارد خواهد بود و 12 بیت 68 میلیارده. یعنی شما تصویر مثلا آری آلکسایی که 12 بیته، هر پیکسلش 1 تا 68 بیلیون اختلاف دارن، که یا همون 68 میلیارد که خیلی زیاده. اگر شما حالا کاری که دارید انجام میدی خیلی توش اصلاح رنگ بازی نداره، خیلی مهم نیست، فرق نمی کنه که از تصاویر 8 بیت استفاده بکنید یا 12 بیت، ولی اگر کاری میکنید که رنگ توش بسیار مهمه، طبیعتا این 8 بیت یا 12 بیت توش خیلی تفاوت ایجاد میکنه و گستره رنگی که به شما میده خیلی بیشتره. و بعدن دیگه اتفاقاتی که حالا اینجا شما اینجوری مثلا میبینید اینجوری برش برش میشه تصویر، دیگه اینو نخواهید دید، چون تنوع این رنگ ها خیلی بیشتره و عمق بیشتری از رنگ ثبت شده.